در آستانه دقیقاً میشه گفت سال جدید ایرانی هستیم دیگه. بیش از 16 روز به فرارسیدن بهار و به بزرگترین جشن جهان که عید نوروز باشه نداریم. و خب میدونید این روزها تا اونجایی که شما هموطنان ارجمند به یاد دارید چقدر این جوانترها تینیجرها به قول مشهور ندارن، در چنین روزهایی حال و هوای سرزمین ما طوری دیگری بود. ملت بزرگ ایران در واقع به پیشواز این جشن بزرگ می رفتن، به پیشواز نوروز در تدارک وسائل این جشن بزرگ بودن. خب طبیعی است که امروز روز دیگه جهان دریافته که عید نوروز یکی از بزرگترین اعیاد ایرانیانه و این نوروز ما دیگه جهانی شده، میانان ارجمند ثبت شده در یونسکو. و یادمون باشه که یک مراسمی پیش از نوروز هست، اون چهارشنبه سوری، جشن چهارشنبه سوری هم با شکوه همه ساله برگزار شده با همه گرفتاری هایی که من میدونم شما عزیزانم در ایران دارید و کماکان هم خواهید داشت. از اونجایی که این رسم رسوم ایرانی برای همه ایرانیان در اولویته، در هر شرایطی که ایرانیا باشن این جشن رو برگزار میکنن. فراموش نکنیم، نمیخوایم مسائل تاریخی رو بازگو کنیم، همه شما میدونید به هر حال سکوتی که در زمانی که تازی ها مملکت ما رو فتح کرده بودن دو قرن بر جامعه ما حاکم بود، مراسم نوروزی با پرداخت جزیه توسط نیاکان ما اجرا میشده. نوروز اهمیت ویژه‌ای داره، این واقعیتی است که همیانان ارجمند همه ما بهش وقوف کامل داریم. امیدوارم بر عکس نظر حجج اسلام که همواره این جشن ها رو ارکان محکوم کردن، حتی یادتونه در همین سال گذشته در سنوات پیش هم اینا جشن چهارشنبه سوری رو به عنوان یک حرکت نامعقول معرفی میکردن و میگفتن که این جشن آتش پرستیه، اما جوانان دلیر و شجاع ایران اصلا و ابدا توجهی به این ضدیت با فرهنگ و هویت ایرانی عرض کنم که نکردن، چون میدونن که هرچه اینها میگوین با در واقع دشمنیست و تضادی که اینا با ایرانیت ما دارن. حالا اگر گاهی به مناسبت های سعی میکنن که یک جوری از منافع ملی سخن بگوین، برای نسل جوان پرشوری که مطالعه کرده قابل قبول نیست این توجیهات ظاهری حجج اسلام که نفع شخصی خودشون و نظامشون رو در نظر دارن که از این گونه مسائل صحبت میکنن. وقتی رهبرشون همون روزها خمینی گفت ما امت اسلامی، امت را با ملیت کاری نیست، ملت ایران دریافتن که با چه ایدئولوژی و با چه آدم هایی مواجه هستند. به هر حال خواستم فقط اشاره بکنم که یاد اون روزها به خیر که به پیشواز نوروز می رفتیم، کماکان در خارج از کشورم همه ایرانیان آماده می شوند به پیشواز این جشن بزرگ بروند، جشن بزرگ ایرانی که در واقع نشانی از هویت با ایرانیانه. اما دوستان ارجمند گرامی، هفته پیش هم با خبر شدیم هموطنان ارجمند که یکی از هنرمندان نامی، یکی از آوازخوان‌های بنام که واقعا مورد احترام ملت ایرانه، در این شناسنامه هنریش شاید بتونم بگم ده‌ها کار ماندگار داره، یکی از چهره‌های شاخص موسیقی ملی ما هست، خواننده‌ای که آثار فراوان در برنامه گل‌ها اجرا کرده، همونطور که در برنامه گل‌ها حضوری مؤثر داشته در خواندن ترانه های به اصطلاح مردمی هم بسیار توانا بوده. این شخصیت کسی نبود جز ایرج عزیز. شنیدیم ایرج عزیز هفته پیش رفت بیمارستان، امیدوارم که حالشون خوب بشه. برای ایرج هنرمندمون آرزوی سلامتی کامل داریم و از آقای شهرتی عزیز کارگردان فنی خواهش کردم برای اینکه این پرنده خاطر پرواز کنه. یادم خود من یه برنامه‌ای در تلویزیون ملی موقع اجرا می‌کردم به نام بزم شباهنگ که در یکی از برنامه‌ها که چرخ کنم در دو سه برنامه با حضور دیگر هنرمندان ایرج عزیز ما هم شرکت داشت. در این برنامه هم ایرج عزیز شرکت داشت، یه قسمت کوتاهش انتخاب کردیم که با هم ببینیم، یاد اون روزا بکنیم و بعد فرصت بشه کار دیگری از آقای ایرج در مراسمی که حضور پیدا کرده بود برای بزرگداشت استاد جواد معروفی، اونجا به اتفاق استاد اسدالله خان منک عرض کنم که آواز میخونه، اگر فرصت بشه اون رو هم برای شما پخش خواهیم کرد. ولی اجازه بدید که برویم به اون سالها،
ایرج اون موقع جوان بوده و خب الان دیگه رسیده به میان سالی دیگه، و ببینید که با ویولون استاد حسین صمدی در اون برنامه یه قطعه کوتاهی اجرا کرد. امیر جان اگر امکان داره این رو هم ببینیم و برمیگردیم با آرزوی سلامتی برای ایرج عزیز. قسمت خیلی کوتاهی بود که با هم مشاهده کردیم. حتما ایرج هم خیلی جوان بود. آقای ستار در این برنامه حضور داشت. خانم گلوریا روحانی بودن، خانم نسرین بودن و هنرمندان دیگری. آقای حسین صمدی هم با ویولون دیدید که واقعا هنرنمایی میکرد. آهنگساز توانا که آهنگای فوق‌العاده دلنشین ساخته که آقای ایرج اونا رو در اون زمان اجرا کرده بود. به هر حال برای هنرمندان ارجمند خودمون آرزوی سلامتی میکنیم، از جمله برای ایرج عزیز که واقعا صداش برای خیلی از شماها خاطره است. ایرج علاوه بر اینکه عرض کردم در برنامه های موسیقی رادیو شرکت میکرد، حضورش در برنامه گلها بسیار چشمگیر بود. ایرج همیانان ارجمند در سینمای فارسی خودمونم نقش اساسی داشته، جای فردین میخونده. میدونید که تا چه اندازه‌ای مردم شریف ما به این صدا
علاقه داشتند و دارند کماکان حرمت و احترام برای هنرمند عزیزی مثل ایرج قائلن. امیدوارم که به زودی بهبودی کامل بیابه و بار دیگر در جمع خانواده باشه. عرض کنم که دوستان ارجمند، راجع به آقای ایرج صحبت کردم، خدمت شما گفتم که هنرمندان ما لاغر برای خودشون عرض کنم که دور هم جمع می شدن و خب تلاش و کوشش می شد که از پیش کسوت تنین اونها تجلیل بشود. تجلیلی بود از شخصیت بزرگ موسیقی ما، سرزمین ما، که او هم یکی از آهنگسازان توانا و تنظیم کننده های بسیار بسیار توانای موسیقی ملی ما بود، زنده یاد جواد معروفی. در اون برنامه از او تجلیل می شد. اکثر هنرمندان بودند، علی تجویدی، اسدالله ملک و خیلی فریدون حافظی، در منزل فریدون حافظی بوده، حتی چهره تغییر روحانی هم اونجا از که مشاهده میشه در یک گوشه ای نشسته. فکر کردیم برای تجلیل از ایرج عزیز که بدون ما همیشه در قربت یادش هستیم، چه در برنامه‌های رادیوییمون چه تلویزیونیمون، بخشی رو همینجا ما هم ببینیم در اون محفلی که برای بزرگداشت استاد جواد معروفی بود. خواهش میکنم.
یادش به خیر، همه چهره ها بودن، هنرمندان عزیز در این گرد همایی به خاطر استاد بزرگ آقای جواد معروفی که دیگر نیستن، بسیارشون دیگه نیستن، همین استاد منصور نریمان که عود می نواخت با ایرج و او هم همین سال گذشته بود از بین ما رفت، نوازنده بسیار توانا که در ارکسترهای رادیو ارقام که همکاری میکرد، آهنگساز خیلی خوبی هم بود. هر حال زندگی همینه، هموطنان ارجمند، همه ما یک روزی باید عرض کنم که از این زندگی فدا بکنیم، ولی خوشبختانه خوشا به حال اونهایی که واقعا عرض کنم که از خودشون آثاری میگذارن، یادگار ارزشمند از خودشون به جای میگذارن. به قول شاعر گرانقدر آقای دکتر رسا که سروده بود: خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. به هر حال هنرمندانی که در قید حیات هستند، ما همیشه براشون آرزوی تندرستی و سلامتی کردیم و
و تا اونجا که در قدرت و توانمون بوده یادشون کردیم و نگذاشتیم که هموطنان ارجمند غبار فراموشی روی این نام ها بنچینه. عرض کردم که نظام جمهوری اسلامی همه اینا رو خانه نشین کرده بود به دلیل اینکه حضور اینها و اجرای برنامه اینها تداعی میکرد گذشته رو برای مردم ایران. این یکی از بهانه های اصلی نظام مولاتاریا بود. ببینید چه جنایتی در مورد این هنرمندان مرتکب شدن. هنرمندانی که هموطنان ارجمند میتوانستن تا چه اندازهی مثمر ثمر باشن برای هنر مملکت ما، متاسفانه با یک حکومت ضد هنر مواجه شدن. این باید قابل توجه همه موسیقیدان ها باشه که امروز روز میبینن که این جماعت چه میکنن به آلی موسیقی، مخصوصا با نسل جوان و پرشورمون.